نیمه شعبان میلاد بزرگ شخصیتی است که برپا کننده عدالت است امامی که جهان انتظارش را میکشد و زاد روز میلادش بشارتی روح پرور برای همه شیفتگان عدالت و مستضعفانی است که چشم به راه آمدنش هستند با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم محمد ابن حسن اسکری مشهور به حضرت مهدی امام زمان و حجت ابن الحسن دوازدهمین و آخرین امام و پیشوای مسلمانان جهان هستند که در نیمه شعبان سال 255 هجری قمری به دنیا آمدند. از لقب های مشهور آن حضرت علاوه بر مهدی می توان به قائم، حجت، امام عصر و بقیت الله اشاره کرد. آن حضرت تنها فرزند امام حسن عسکری و حضرت نرجس خاتون سلام الله علیه ما می باشند. در برخی از روایات شب نیمه شعبان پس از شب قدر برترین شبها دانسته شده است. گروهی از شیعیان در این شب به شب زندداری و اعمال مذهبی مشغول می شوند و برخی از اهل تسنن و طریقتهای تصوف نیز به فضیلت این شب معتقدند. جشن نیمه شعبان از جشنهای بزرگ شیعیان است که به مناسبت میلاد حضرت مهدی برگزار می شود. در عراق حرم سید و سالار شهیدان در شهر مقدس کربلا محل تجمع شیعیان در نیمه شعبان است. در مشای نیمه شبان انبوه زائران موکبها و کاروانهای متعدد با پای پیاده مسیر شهرهای مختلف را به سمت کعبه دلها به مناسبت ولادت امام منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف طی کنند جشنهای نیمه شعبان توسط شیعیان بحرین، یمن، مصر، لبنان و سوریه و هند و نیز در سراسر دنیا برگزار می شود. دوره امامت آن حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن اسکری در سال 260 هجری قمری آغاز شد. شیعیان معتقدند آن حضرت همون مهدی معود می باشند که پس از دوره طولانی غیبت ظهور خواهند فرمود و به همراه یارانشان حکومتی جهانی برپا می سازند و دنیا را که پر از ظلم و ستم شده آکنده از عدل و داد می نمایند. در روایات اسلامی بر انتظار فرج تأکید زیادی شده و شیعیان این روایات را به معنای انتظار ظهور امام زمان میدانند برخی از علمای اهل تسنن همچون سبت ابن جوزی و ابن تلهی شافعی همانند شیعیان معتقدند که مهدی معود همان فرزند امام حسن اسکری علیه السلام است. اما کن متعددی از جمله سرداب غیبت در سامقا مسجد سهله در کوفه به امام زمان منصوب شده است. حضرت مهدی وارث همه انبیا و اولیا و اصاره فضیلت های همه آنان می باشند. ایام حمل و ولادت آن حضرت چون تولد حضرت ابراهیم و حضرت موسا مخفیانه بوده است. امامت آن حضرت مانند نبوت حضرت عیسی و حضرت یحیی و امامت امام جواد و امام هادی در کودکی آغاز شده است. عمر آن حضرت چون حیات حضرت آدم، حضرت نوح و حضرت خزر طولانی است. غیبت آن امام بزرگوار همانند غیبت حضرت ادریس و حضرت صالح و حضرت ابراهیم و حضرت یوسف و حضرت موسا است. جوانزیستی ایشان به حضرت یونس شبیه است، صبر آن حضرت بر تنهایی و مشکلات اصر غیبت چون صبر حضرت ایوب است مرحوم شیخ صدوق نقل می کند وقتی امام زمان ظهور کنند در حالی که به دیوار کعبه تکیه دادند اند ابتدا این آیه را قرائت خواهند فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین بقیت الله برای شما بهتر است اگر اهل ایمان باشید. هاگا عبدالمجید اخبارشیه